کنید که موازی محور A باشه و اون رو تحت زاویه معادل با خود محور مساوی با محور در واقع قطع کنید، اون وقت میشه F2. اینها رو باید در نظر داشته باشید. حالت خاصی از برآیند دو تا بردار رو اول برآیند نیروهای متقاطع رو بحث کنیم در موردش، که ما دو تا نیروی F1 و F2 داریم که به صورت متقاطع پشت سر هم قرار گرفتن. ما می‌خوایم R که برآیند این هاست بگیم مساوی با F1 به اضافه F2. F1 هست خودش F1 X، F2 F1 Y در راستای I و J. F2 هم برای امیتوره F2 XI، F2 YJ. R XI به اضافه R YJ هم مساویه با مؤلفه‌ای که در جهت I هستن، یعنی F1 X به اضافه F2 X به اضافه مؤلفه‌ای که در جهت Y هستن، یعنی ضریب J F1 Y به اضافه F2 Y. در نتیجه R X هست سیگمای FX، R Y هست سیگمای FY. این رو در حالت سه بعدی همیشه به راحتی تعمیم داد. حالت خاصی از برآیند دو تا بردار رو میتونیم در نظر بگیریم که بردارها موازی باشن، یعنی شما فرض کردید اینجا بردارها متقاطع باشن، به سادگی اومدین با استفاده از مؤلفه برآیند بردار برآیند رو، مؤلفه های بردار برآیند رو به راحتی به دست آوردید. اما وقتی دو تا بردار داریم به صورت F2 و F1، این دو تا بردار اصلا موازی ان و همدیگر قطع نمیکنن. یکی از روش ها این هستش که شما یک نیروی فرضی F در نظر بگیرید و برای یه نیروی بعدی منفی F در نظر بگیرید، به طوری که جمع اینها بشه صفر، همون اندازه و در خلاف جهت، در همون راستا. اون وقت R1 میشه برآیند F و F1، R2 میشه برآیند منفی F و F2. اینها رو در امتداد هم خطوط اثرشون بلغزونین میشه R1 و R2. برآیند R1 و R2 همون بردار R رو میده بهمون، که در حقیقت بردار R بردار برآیند F1 و F2 هستش. مفاهیمی گفته شده برای برآیند بردها رو در صفحه برای هر تعداد نیرو میتونه به راحتی تعمیم پیدا کنه. مثلا شما فرض کنید n تا یک مجموعه ای از نیروها، یک دستگاهی از نیروها دارید که شامل n تا نیرو با n تا امتداد مشخصن. بنا به اصل انتقال پذیری همه نیروها رو میتونید در امتداد راستاشون به راحتی بلغزونید و یک مجموعه از نیروها رو تشکیل بدید و به سادگی بتونید برآیند نیروها رو با استفاده از همون بحث مؤلفه ها به دست بیارید. مثلا شما در این شکل سه تا نیرو میبینید، F1، F2 و F3. F3 رو میتونیم که برای یه جسمی اعمال شده، F1 رو در امتداد خودش میلغزونیم، F2 رو به همین صورت در امتداد خودش، F3 هم به همین صورت در امتداد خودش. اینجا برآیند F2 و F3 میشه R1. برآیند F1 و R1 میشه R، همون R که برآیند کل سه تا نیرو هستش. و به سادگی با استفاده از این روش ها میتونیم برآیند هر n تا نیرو رو به دست بیاریم، که اینجا میبینیم R مساویه با سیگمای F، R X سیگمای FX، R Y سیگمای FY و اندازه بردار R هست مجموع سیگمای FX به توان 2 به اضافه سیگمای FY به توان 2. زاویه بردار برآیند نسبت به دو تا مؤلفه ای که داره، یعنی R X و R Y هست، تتا مساویه با آرکتانجانت R Y تقسیم بر R X یا آرکتانجانت سیگما Y تقسیم بر سیگمای FX. ما R X رو میگیم مجموعه F1 X، F2 X و F3 X. F1 X تصویر یا مؤلفه F1 نسبت به محور X، نسبت به محور X برای F2، نسبت به محور X برای F3 و به همین صورت برای محور Y. در حالت روش ترسیمی هم یکی از رویکردهای دیگه برای برآیندگیری n تا نیرو هستش، اینه که مثلا برآیند نیروی n که برای جسم وارد میشه، کافی از ابتدای یه نیروی موازی نیروی اول رسم بشه، به این صورت که نیروی دوم از انتهای نیروی اول و الی آخر. به همین صورت ادامه میدیم. بردار برآیند از اتصال ابتدای نیروی اول به انتهای نیروی انوم یا بردار انوم به راحتی به دست میاد. همون قضیه چنزلی ها، یعنی اگر ما یه چنزلی داشته باشیم که بسته باشه، قطعا برآیندش میشه صفر، به خاطر اینکه اگر نیروی یکی از نیروها رو حذف کنیم، برآیند دقیقاً در همون راستا با همون مقدار و در خلاف جهت نیروی حذف شده خواهد بود، که برآیند دو تا نیروی هم مقدار هم راستا ولی در خلاف هم جهت برابر صفر خواهد بود. این نکته هم باعث در مسئله تستی بیشتر مد نظر قرار بدید. در حالت خاص ما میتونیم اندازه بردار رو برای دو تا نیروی هم صفحه که زاویه بینشون تتا هستش رو به دست بیاریم. قانون کوس chưa đan quạt, phân loại để các bạn nhé, lặt hết những cái lồng cánh.
đẹp rồi, cái lông xấu rồi các bạn nhé. Nó vẫn còn muốn nhọc, vẫn cứ muốn động đến.